پیامی که مردم در این انتخابات منتقل کردن تغییر بود، تحول بود. مطالبه مردم تغییر و تحوله. مردم خواستار تغییر و تحولن، اما تغییر و تحول رو در چارچوب ارزش‌های انقلابی میخوان. مجلس دوازدهم همانطور که از شواهد و قرائن برمی‌آید یک دست‌تر از گذشته خواهد شد و شاید بتوان گفت فضای سیاسی کشور حتی یک گام بالاتر از یک دستسازی به سمت رادیکال سازی خواهد رفت. در سالهای اخیر هر قدر نیروهای منتقد از عرصه سیاست ورزی حذف شده اند، به همان نسبت اعتماد عمومی به عرصه سیاسی نیز کاهش یافته. نمونهش انتخابات مجلس 11 بود که بعد از رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان میزان مشارکت به طرز چشمگیری کاهش یافت. یعنی 42.57% میزان مشارکت در این دوره بوده. در ادامه در انتخابات ریاست جمهوری 1400 وقتی همه نیروهای مستقل از دایره رقابت کنار گذاشته شدند، علاوه بر آنکه مشارکت بسیار پایین آمد، از میان همانهایی که رأی داده بودند هم تعداد قابل توجهی آرای باطله بیرون آمد که پیامی روشن به سیاست‌های بسته انتخاباتی بود. میزان مشارکت 48.8% و بقیه آرا به عنوان آرای باطله مأخوذه تلقی می شود که این رقم حدود 3,726,870 نفر هست. گمانان بود که در انتخابات مجلس 12 در اسفند 1402 تصمیم سازان قدری فضا را باز کنند تا مشارکت انتخاباتی احیا شود، اما چون این نشد تا شاهد رقم خوردن کمترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات مجلس بعد از انقلاب باشید. علاوه بر این در انتخابات مجلس 12 یک پدیده تازه هم اتفاق افتاد و آن این که بخشی از سرمایه اجتماعی اصولگرایان نیز پای کار نیامدند. یعنی علاوه بر قشر خاکستری، حتی طرفداران اصولگرایان هم رغبتی به مشارکت نداشتند. میتوان نتیجه گرفت که رادیکال سازی به بی‌اعتمادی طرفداران طبقه قدرت هم منجر میشود. بی‌اعتمادی عمومی به عرصه سیاست به شکاف میان مردم و مسئولان منجر میشود. در این وضعیت مردم تصور میکنند طیف اقلیت تصمیم سازان کشورند. همین طیف هم با علم به آنکه پشتوانه مردمی ندارد، تندترین تصمیمات را بدون لحاظ کردن منافع عمومی اتخاذ میکنند. چون که در گذشته شاهد اقدامات و تصمیمات آنها بوده ایم. مثلا این طیف برجام را در مجلس آتش می‌کشد بدون آنکه در نظر بگیرد حذف برجام چه پیامدهای سویی برای اقتصاد کشور دارد، و یا از دیوار سفارت بالا می‌روند و هزینه‌های سنگین چند ساله در پی قطع ارتباط ایران و عربستان بر کشور تحمیل می‌کنند، یا اینکه در حوزه اجتماعی بدون لحاظ کردن ضروریات روز قوانین را به تصویب می‌رساند که بر میزان مناقشات می‌افزاید، مانند مصوبه صیانت یا مصوبه عفاف و حجاب. اثر منفی دیگر عصر رادیکال سازی گرفتار شدن کشور در بنبست‌های ناشی از تصمیمات رادیکال هاست. نمونه آشکارش در حوزه سیاست خارجی مشاهده می شود. طیفی که سال هاست به هر گونه مذاکره با جامعه بین المللی واکنش منفی دارد، اکنون در بخش هایی از دستگاه دیپلماسی هم حضور دارد، اما در مذاکرات احیای برجام نتوانسته قدم از قدم بردارد و برخلاف وعده هایی که در ابتدای دولت 13 داده می شد، تا کنون هیچ تغییری در وضعیت تحریم های یک جانبه آمریکا ایجاد نشده است. در این نشست طرف‌های مختلف از جمله هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام بر موفقیت آمیز بودن دور قبلی گفتگوها تأکید داشتند. با ادامه رادیکال سازی عرصه حکمرانی به نظر می‌رسد جامعه به سمت قهر از سیاست رسمی برود، کما اینکه تاکنون همچنین بوده و شاهدش کاهش شدید میزان مشارکت در انتخابات است. با این حال جامعه همچنان مقوله سیاست را دنبال می‌کند، اما نه با نگاه همدلانه بلکه با تردید و بعضن خشم. در این شرایط جامعه با تصمیم‌های رادیکال‌ها همراهی نمی‌کند. اگر از جراحی اقتصادی سخن گفته شود، تصور می‌کند که قرار است موج گرانی تازه‌ای ایجاد شود. اگر موضوع صیانت از فضای مجازی مطرح شود، جامعه گمان می‌کند که قرار است فیلترینگ گسترش یابد، و اگر لایحه حجاب و عفاف به بحث گذاشته شود، جامعه می‌پندارد که بناست میزان فشارها تشدید شود. با این اوصاف اگر بنا باشد رادیکال‌ها چه در مجلس و چه در دولت سکان تصمیم گیری را در اختیار داشته باشند، افسون بر آنکه دیگر نمی‌توان چندان امیدی به بازگشت نیروهای اصولگرا و میانه‌رو داشت، بلکه مخاطراتی از جمله هرج و مرج را هم می‌شود پیش بینی کرد.